طی دو روز گذشته شاهد برپایی مراسم 40 شهیدان راه آزادی در تهران و شهرهای مختلف میهنمون بودیم. تفاوت برگزاری این دور مراسم 40 شهیدان با ماه گذشته چیه و چه پیام جدیدی داره؟ همراه هستیم با خانم کبرا هادیلو تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما خانم هادیلو و خوش اومدیم به برنامه. منم سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز در هر کجا که هستن. درود بر شما. خانم هادیلو، طی دو روز گذشته حداقل 15 مراسم بزرگداشت 40 شهیدان در شهرهای مختلف داشتیم. این مراسم چه تفاوتی با مراسم 40 در ماه‌های گذشته این قیام داره؟ بله، برای پاسخ به سوال شما قبل از شروع بحث البته لازم می‌بینم که درود بفرستم به همه این شهیدان و عرج بگذاریم ایستادگی و فداکاریشون رو که در راه آزادی مردم و میهن سرفراز شدن. هر انقلابی در مسیر خودش ارزش‌ها و فرهنگ‌های خودش رو به وجود میاره و سنت‌هایی رو ایجاد می‌کنه که تو همین مسیر هم پیش میره. بزرگداشت شهدا و این شهیدان هم یکی از این هم موارده که علاوه بر نشون دادن این که مردم در پی استمرار راه این شهیدان هستند، بلکه بیان یک همبستگی و همدلی هم بین مردم هست. خانواده این شهیدان دیگه احساس تنهایی نمی کنن و مردمی که همه درد مشترکی دارن، هم درد و هم دوش اونها هستن. و این یکی از سنت هایی که تو این دور انقلاب و در این روزها ما زیاد شاهدش هستیم. یادتون باشه و فکر میکنم هموطنانمون هم خوب یادشون هست که از همون هفته اول شروع اعتراضات و قیام، سران نظام و مهرهاش اعم از سیاسی و نظامی صحنه می اومدن و میگفتن تموم شد و دیگه چیزی وجود نداره، برین خونه هاتون و دیگه تو خیابون نیاین و از این حرفا. ولی مردم هر روز با حضور بیشتر و پرشورتر این جوابه ها رو پاسخش رو دادن. الان هم میبینیم که تو این ایام رژیم یک کارنوالی به اسم بسیج یا نمیدونم تجدید میثاق با خامنه ای و حماسه این معاهده خودشون میگن که همون ضد تظاهراتی بود که سالهای قبل برگزار کرده بودن، با این میخواست دیگه میخواه اثبات این حرفش رو بزنه که بله دیگه همه چیز تموم شد. اما این مراسم و اینها نشون داد که چنین چیزی نیست و مردم، همین مردمی که توی صحنه هستن، خودشون میرن تو این آکتا شرکت میکنن، تو این اعتراضات شرکت میکنن، پاسخ مزدوران رو میدن و تو شبکه‌های اجتماعی پستشون رو میذارن و خطاب به مردم و همینها میگن که ببینید که این داستان ادامه داره و حرف شما پوشالی بیش نیست. نمونه‌هایی که الان میتونم براتون بگم و مربوط به همین چند روز اخیر هست، همین الان شما داشتین تصاویر رو نشون میدادین از جوانرود که روزی بود که میخواستن مردم 47 از شهیداشون رو برگزار بکنن، رژیم مانع شد، مردم تجمع کردن و هم دیروز دوباره یک نفر دیگر رو رژیم کشتش. برهان الیاسی بود فکر میکنم، یک جوان 22 ساله. حالا قبل از اون در ایزه بود که برای بزرگداشت سپهر مقصودی مردم جمع شدن و ترانه حماسی مرجنگر رو اونجا پخش کردن و هم نوایی میکردن و میخوندن. همچنین محسن نیازی بود که در دهگلان براش مراسم گذاشتن، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و سید علی سرنگونه مردم دادن. بعد از اون بود توی تهران و بهشت زهرا که مردم برای بزرگداشت شهید حمیدرضا روحی تجمع کرده بودن. رژیم میخواست مانع بشه، مردم باشون درگیر شدن، گاز اشک‌آور خوردن، ولی همچنان موندن در صحنه و شعارهاشون رو دادن. شعارهایی که امسال سال خونه سید علی سرنگونه، حکومت بچه کش، نمیخوایم نمیخوایم. خب همه اینها در شرایطی هستش که رژیم دم و دستگاهش، دستگاه تبلیغاتیش، مهرهای سیاسیش، نظامیش، از سران پاسدارش بگیر تا بقیه میان میگن که نخیر تموم شده قیام و دیگه چیزی وجود نداره. ولی مردم همچنان پاسخ اینها رو با این
حرکت ها میدن. البته من فکر کنم در این بحث روشنترین بیان و تکمیلترین بیان رو آقای مسعود رجوی داشتن. اگه اجازه بدین از رو براتون بخونم. بله میفهمید. ایشون گفتن هر چه میخواهید در مورد سرکوب و تمام شدن قیام یقه درانی کنید و عمامه به زمین بزنید. ولی ما تکرار میکنیم تعادل پیشین بازگشت ناپذیر است. سبوی بلایت بشکسته و پیمانه شیخ همچون شاه بر زمین ریخته است. همانا که سست‌ترین خانه ها بیت العنکبوت خامنه ایست. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. بله. شما الان گفتین خب رژیم مدعیه که تموم شده همه چی. خب الان اشاره هم کردیم به حمله مزدوران خامنه‌ای به مراسم شهید حمید رضا روحی در تهران. خب علت این چیه؟ خب نمیتونست رژیم بذاره مردم برن تظاهراتشون رو کنن، شعاراشون رو بدن و برن. این برای رژیم بهتر نبود تا موضوع به درگیری کشیده بشه؟ این چه تضادی برای رژیم داشت؟ خب اگه رژیم این کارا رو نکنه که دیگه مردم بهش دیکتاتور نمیگن، دیگه این رژیم نمیشه. خب این تو ماهیتشه. اصلا سرکوب و دیکتاتوری یعنی همین دیگه. حرف اونه، میگه این من میزنم میکشم ولی شما صداتون در نیاد. من. حتی یک مراسم یاد بود هم برای کشته‌هاتون، برای شهیدانتون برگزار نکنید. خب این حرف رژیمه. ولی آخه ببینید مردم چی میگن. الان یک حسی، یک روح تهاجمی توی مردم تو این دوران به خصوص هستش. یعنی بعد از همه این ادعاها و اقدامات عملی که رژیم کرد جواب نگرفت. رژیم نتونست جلوی مردم رو بگیره و همچنان دارن به حرکت خودشون ادامه میدن. از طرف دیگه رژیم یک تضاد دیگه میخواد حل کنه. میخواد به این نیروهای وارفته و بریدش یک قدرت نمایی بکنه. یادتون باشه یک دیروز یا پریروز بود یکی از سران سپاه اومد گفتش که از ریزش و بریدگی نیروهاشون گفت و گفت حتی سردارانمون سردارانمون هم دیگه نمیکشن. اینا هم بریدن. خب باید جواب این نیروهاش هم بده. اینا رو میخواد جمع جور کنه. برای همین میاد دست به این کارا میزنه. مثل یه مار زخمی به هر طرفی یه نیشی میزنه. این کاریه که رژیم داره میکنه. یعنی فکر کنم پاسخ سوال شما یک همچین منطق رژیم رو بشه باش توضیح داد. دیکتاتوری که ماهیتشه قدرت نمایی میخواد بکنه، نیروهاشو میخواد حفظ بکنه و با این جنگ تبلیغی بگه که آره همه چی تموم شد. ولیکن این وسط ضرباتی که رژیم خورده اونقدر زیاده و اونقدر مهمه که نمیتونه این حرفش رو اثبات کنه. ببینید مثلا هیبت خامنه‌ای ریخته. الان شعار مرگ بر خامنه‌ای و سید علی سرنگونه همه جا داره برد زبان مردم شده. یعنی فراگیر شده این خواسته سرنگونی. این ضربه مهلکیه به رژیم. یا مثلا گسترش قیام در شهرها. اینجا رو ساکت میکنه اونجا بلند میشه. ساکت که منظورم قصد ساکت کردن داره. الان نمونه مشخصش همین دیروز بود دیگه. مردم جوان رود میخواستن 7 تن از شهیدانشون رو به مناسبت 40مشون یک بزرگداشت بگیرن. رژیم وارد شد میخواست مانع بشه. خب مردم درگیر شدن. یک کیوسکو به آتش کشیدن. یک بانک غارتگر رژیم رو به آتش کشیدن. این همبستگی و این اتحاد مردم این بالاترین سلاح و اون چیزی هستش که رژیم رو میترسونه. خب یک زمانی فقط شعار بود و بنر آتش زدن. الان دیگه مردم فهمیدن که پاسخ این دوران و پاسخ این انقلاب آتشه. آتش و آتش هرچه سنگین تر. نمونه‌هاش هم داشتیم. مثلا چند روز پیش رفتن بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شمال بود که توش کوکتل انداختن. قبل از اون بسیج دانشجوی دانشگاه شریف رو زدن. همین دیروز هم که توی جوانرود وقتی مردم دیدن سر راهشون تو آرامستان نیروهای سرکوبگر وایستادن کیوسک نیروی انتظامی رو آتیش زدن. رفتن یک بانک غارتگر رژیم رو به آتیش کشیدن. یعنی مردم دیگه فهمیدن که قدرتش رو دارن، با آتیش باید جلوی این رژیم وایستن
و همه این کارهایی هم که میکنه آخرین دست و, با دست و پا زدن های یک موجود محتضره و رژیم که در حال زوال هستش، این حرکات و این آکت ها و این واکنش ها در واقع نشون دهنده زوال این رژیم و رو به پایان بودنشه که روز به روز داره آشکارتر میشه. بله، خیلی ممنون خانم هادیلو از حضورتون تو این برنامه و نکاتی که گفتیم. با تشکر از شما. خدا نگهدارتون.